ناصر ولیدی در کل حزب مردم بلوچستان از استوکن با ماست. خوش آمدین آقای ولیدی. در واقع در همچنان در ادامه جمعه اعتراضی در سیستان و بلوچستان شاهد حضور مردم بودیم در خیابان‌ها. فکر می‌کنین چه اتفاقی و چه اقدامی باید از جانب مقامات جمهوری اسلامی صورت بگیره تا تغییری در این رویکرد مردم بلوچستان و احتمالاً توقفی در جریان اعتراضاتشون صورت بگیره؟ با عرض سلام، فکر نمی کنم جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده که این اعتراضات و تظاهرات و مخالفت مردم بلوچ با این رژیم پایان بپذیره. چون اگر قرار رژیم عقب نشینی بکنه، در واقع اساساً از بنیادش برمی افکنه و از بین میره. مردم زاهدان خواستایی دارن که عموم مردم ایران دارن، یعنی گذار از این رژیم هستش. خواستای مردم مشخص است، همین گفتن اعدامات متوقف میشن. مردم میخوان که دیگر مسئله کشتاری که در زاهدان بوده اون مسئله به یک شکل روشن بشه. چرا اینجوری پیش اومده و کسایی که این کار رو انجام دادن دستگیر بشن؟ مسلما اینا چند نیروی انتظامی یا سپاه و بسیجی نبودن، بلکه مقامات بالای رژیم هستند. و در ذهن همون چیزی که مولوی عبدالحمید گفته، بلوچستان با امکانات وسیعی که داره از لحاظ مرزی از لحاظ آبی میتونست یکی از جاهایی باشه که حتی از کشورهای خلیج هم پیشرفته تر باشه، وضعیت مردم خودش هم مردم ایران رو هم بهتر بکنه. ولی متاسفانه امروز همونطور که مولوی گفتن یکی از محرومترین مناطق ایران هستش. این وضعیت باید پایان بپذیره. میدونیم که جمهوری اسلامی ایران همچین برنامه‌ای نداره و هیچ گونه شرایطی وجود نداره که این اعتراضات در بلوچستان و یا در جای دیگر ایران به پایان بره، چون میدونیم رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ موقع تغییر نمیکنه، مگر خود رفتارش تغییر نمیکنه تا زمانی که خودش تغییر بکنه. متشکرم از شما و حضورتون در این برنامه. ناصر ولیدی دبیرکل حزب مردم بلوچستان از استوکن.